ببینید، بیماری های کلیوی در طی چکاپ سالیانه طبیب معالج، طبیب خانواده میتونه هر سال این کلیه، کارکرد کلیه رو چک بکنه. آزمایش خون به طور ساده نشون میده که آیا این شخص دچار ضعف کارکرد کلیه هست یا خیر. یعنی این چکاپ سالیانه برای تمام امراضی که کارکرد عضوهای حیاتی رو مختل میکنن خیلی مهمه، چون خیلی از این امراض هم توی خدمت عرض کردم تا مدت ها هیچ علامتی از خودشون نشون نمیدن. به خاطر همین همتون بیماری کلیوی، این اگر که شخص دچار ضعف کارکرد کلیه بشه، برای اولین نشانش در آزمایش خون پدیدار میشه، قبل از اینکه بخواد علائم ضعف کلیه که خب ممکنه تورم در قسمت پا باشه، آب زیر پوست جمع میشه و همینطور علائم خیلی دیگه متفاوت دیگه هستش، مثل در رابطه با کم خونی هم گفتم بهتون، اگر کلیه ها کار بیفتن شخص دیگه مغز و استخوانش نمیتونه خون بسازه، جای کم خونی میشن، برای این سیستم دفاعی ضعیف میشه. خیلی خیلی علائم هستش که در رابطه با ضعف شدید کلیه ها هست که شخص وقتی اینها رو احساس میکنه معمولا دیگه کار از کار گذشته، دیگه زیاد امکانات درمانی مفصلی وجود نداره. مثلا همینی که خیلی خوبه که اشخاص هر سال چکاپ سالیانه داشته باشن، که در این چکاپ سالیانه 100% دکتر خانواده کارکرد کلیه ها رو چک میکنه. خب بینندگان عزیز، با توجه به صحبتهایی که دکتر پردیس کردن، من فکر میکنم توصیه که ما باید در ابتدا بکنیم اینه که قبل از این که به این مرحله برسن که برن و تشخیص داده بشه بیماری کلیهشون رو، بیمهشون رو اخذ کنن. درسته؟ 100% همینجوره، چون پری اگزیست معنی نداره. دقیقاً همینطوره. آقای رحیمیان، من فکر میکنم بینندگان ما هم زیاد این واژه رو شنیدن، دیسابیلیتی. بیمه کلا از دیدگاه بیمه این یعنی چی؟ عدم توانایی در واقع انجام کار، به معنی این که طرف نتونه در واقع کارشو انجام بده و بیمه ای هم داریم براش. بله، در واقع یک شخصی که دیسیبل میشه، حالا دیسابیلیتی به نظر همه چیزیه که یک شخص خب واقعا خدای نکرده تصادف کرده، یک اتفاقی براش پیش اومده، ولی فراتر از اینه، میتونه بر اساس یک ایلنس، یک مریضی، شخص قادر نباشه که کارش رو انجام بده. اون موقع میتونه دریافت کننده این مبلغ پول باشه، که معمولا دیسابیلیتی ها رو بر اساس حقوق میدن، بر اساس درآمدی میدن که شخص قبلا دریافت کرده بوده، و حالا به طور مثال 70% اون حقوقی رو که دریافت میکردن. بماند از این که دیسابیلیتی دو شاخه داره، میتونه دیسابیلیتی بر از گاورمنت، از دولت گرفته بشه و شخص دیسابیلیتی گرفته باشه، شخصا گرفته باشه و بتونه بیمه دیسابیلیتی شخصی داشته باشه، که مورد نظر ما دیسابیلیتی شخصی هست، پرسونالی هست، که فرد اختیار میکنه و در زمان نیاز ازش استفاده میکنه و این کامی هست برای جبران هزینه های زندگیش. حالا اگر شخصی که مبتلا هست به بیماری کلیه برسه مرحله بدتر، مثلا برسه مرحله دیالیز و همینجور به مرحله پیوند کلیه، کلن بیمه در این شرایط، یعنی در شرایط حادتر، چه کمک هایی میتونه باز هم شخص؟ همون صحبت ها مطرح میشه بر اساس اپلیکیشن، پوشش های مختلف بیمه اینجا مطرح میشه. باز بحث پارامدیکال هست، بحث دارو هست، بحث رسیدن مبلغ لامسام هست، یک جا هست که طرف بتونه دریافت کننده باشه، بین 25,000 دلار تا 2.5 میلیون دلار. اینا همش برمیگرده به قراردادمون، برمیگرده به شرایط اون فرد که اون دکترش دیاگنوز کرده، تشخیص داده شخص دچار بیماری شده و عدم اکتیویتی، و همجوری که مورد آخری که فهمیدین دیسابیلیتی. تمام اینها رو بیمه در واقع براش اپلیکیشن های مختلفی وجود داره و متعهده وقتی که قراردادی رو فرد میبنده و حالا ریسکش رو باز انتقال میده به شرکت بیمه. پس فکر میکنم باز ما اینجا باید تاکید بکنیم که بیمه رو حتما در شرایطی که سلامت هستیم بگیریم. بله، برای اینکه
آپشن های مختلفی برامون وجود داره، میتونیم هر کدوم رو که میخوایم انتخاب بکنیم، شرایط بهتر، قیمت بهتر و اینکه خب به هر صورت اگر که دوچار هر یک از بیماری ها بشیم مسلما دیگه برخورد بیمه با ما اینطور نخواهد بود. دقیقاً همینجوره. سن، شرایط هلسی، اینها مهمترین و بزرگترین عامل هایی هستن که باید از چشم دور نباشه، چون گاهی یک واقعیت، گاهی ما میخوایم بیمه داشته باشیم ولی نمیتونیم، علتش اینه که شرایطمون، وضعیت هلسیمون اجازه نمیده. پس چقدر خوبه امروز به فکر باشیم، این دقت رو بکنیم که ما هممون میتونیم با کمی دقت، با کمی برنامه‌ریزی، با کمی آینده نگری این نگرانی رو از خودمون و از خانوادهمون دور کنیم، چون هدف از به وجود اومدن بیمه در این خصوص چیزی جز این نیست. درسته. خیلی متشکرم از فرصتی که دادین برای این برنامه، از اطلاعات خوبی که در اختیار بینندگان ما قرار دادین. همینجور تشکر میکنم از دکتر پردیس به خاطر همراهی صمیمانه‌شون در طول برنامه‌های بیمه تا اینجا با ما. سوالات بیمه‌تون رو با ما مطرح کنید 905-370-2011. ایمیل ما info@inshofin.com. فراموش نکنید از هر جای دنیا که هستید برای ما ایمیل بزنید و به وبسایت ما هم که حتما سریع بزنید info@inshofin.com. خیلی خیلی متشکرم از وقتی که شما بینندگان عزیز در اختیار ما قرار دادین، بیننده ما بودین. فراموش نکنین که منظور از سلامتی داشتن دورنمای مثبتی هست از زنده ماندن و بیشتر زنده ماندن. همونطور که تلاش میکنید برای بیشتر زنده ماندنتون، سعی کنید که آرامش خاطر خودتون رو در هر شرایطی حفظ کنید. بیمه یعنی همون آرامش خاطر. خدا نگهدار. خدا نگهدار. زندگی خود را با بیمه مناسب به آرامش برسانید. بهترین، مطمئن‌ترین و مناسب‌ترین بیمه با محمد رحیمیان. بیمه‌های درمانی، بیمه‌های عمر، بیمه‌های ناتوانی جسمی، انواع سرمایه‌گذاری و بیمه‌های مسافرتی. 905-370-2011 inshofin.com.